سازمان پزشکان بدون مرز گزارش داده دست کم یک کودک هر دو ساعت یک بار در اردوگاه آوارگان زمزم در ایالت دارفور شمالی در غرب سودان به دلیل سوی تغذیه جان خود را از دست می دهد. به گزارش العربی الجدید این وضعیت انسانی و بهداشتی وخیم در بحبوه جنگ جاری در سودان از 15 آوریل 2023 بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع رخ می دهد که باعث ایجاد یک بحران انسانی فرامرزی شده است. بر اساس داده های سازمان ملل متحد این جنگ تاکنون بیش از سیزده هزار کشته و بیش از 7 میلیون آواره و پناهنده بر جای گذاشته است این سازمان بین المللی در بیانی که در وبسایت رسمی خود منتشر نبود تاکید کرد بحران سوی تغذیه در اردوگاه زمزم نیاز به یک واکنش فوری بشردوستانه دارد و تاکید کرد که 13 کودک در هر روز در این اردوگاه جان خود را از دست می‌دهند پزشکان بدون مرز خواستار بسیج جمعی جامعه بین الملل و گسترش دامنه واکنش های بشر دوستانه به شیوهی فوری و هماهنگ به منظور نجات جان این آوارگان سودانی شده است. پزشکان بدون مرز اعلام کرده ارزیابی سریع تغذیه و مرگومیر موجود در این اردوگاه نشان میدهد که وضعیت فاجعه باری بر اردوگاه زمزم از زمان آغاز درگیری در سودان در آوریل 2023 حاکم است. و بسیاری از آوارگان دچار سوء تغذیه هستند.